دوستداران دموکراسی در جهان، ملت ایران در سال گذشته همچون دانشمندان سرنوشت خیش را به آزمایش گذاشت و کوشید با سعی و خطا ابتدا خود را و قوت و ضعف خیش را بشناسد و همزمان خود را تغییر دهد. این پروژه تحقیقاتی ملی که نامش جنبش سبز است، پس از یک سال به یک خودآگاهی اجتماعی و یک دیگر آگاهی از سوی مردم جهان منجر شده است. نتیجه این آزمایش ها نشان داد به خلاف آنچه دیگران می‌اندیشیدند، مردم ایران آماده و پذیرای دموکراسی هستند. اما متاسفانه آزمایش جنبش سبز در این حال نشان داد که گویی این جهان معاصر است که هنوز آماده پذیرش دموکراسی ایرانیان نیست. به عنوان نمونه، در شرایطی که موسوی به همراه 3 میلیون جمعیت در خیابانها فریاد دموکراسی خواهی سرداد، پاسخ جامعه جهانی از زبان اوباما این بود: برای ما کنترل بمب اتم ایران مهم است و ما کاری به امور داخلی ایرانی ها نداریم. متاسفیم. وی در این رابطه حتی نامه‌ای به خامنه ای نوشت، همون نامه‌ای که خامنه ای گاهی بهش اشاره میکنه بدون نام آوردن، و به او تضمین داد که در امور داخلی ایران دخالت نخواهد کرد. و از نامه اوباما خامنه ای برای سرکوب مخالفین جرأت یافت. آزمایش ها در دهه گذشته نشان میدهند هرگاه منافع غرب ایجاد کند، مثلا در مقابل حمله به 2 ساختمان در نیویورک با حدود 5000 کشته، غرب حاضر است 2 کشور همچون عراق و افغانستان را با حدود 100,000 کشته تسخیر کند، اما حاضر نیست در مقابل میلیون ها ایرانی که فریاد میزنند دموکراسی ما دزدیده شده، حتی در عرصه دیپلماسی حمایتگر واقعی باشد. در این یک سال غرب نیز دست به آزمایش زد. پروژه آزمایشی غرب سازش با احمدی نژاد بر سر مسئله اتمی بود که شکست خورد. آزمایشی که بارها آزمایش شده بود و شکست خورده بود. اکنون پروژه تحریم ایران با آزمایش گذاشته می شود. سؤال ایرانیان این است: اگر بر فرض محال حکومت ایران در مقابل این تحریم های نچندان قوی تسلیم شد و دست از ساخت بمب اتم به طور موقت برداشت، مسئله دموکراسی در ایران چه خواهد شد؟ آیا غرب آن را فراموش می‌کند و دوباره خواهد گفت این مردم ایرانند که هنوز آماده دموکراسی نیستند؟ چرا صادقانه نمی‌پذیرید که شما غربیان آماده دموکراسی ما ایرانیان نیستید؟ متاسفانه آزمایش‌ها نشان می‌دهند که غرب معاصر ما ایرانیان را بیشتر تروریست و یا نفت فروش دید. پس یا از ما ترسیده یا به نفت ما طمع کرده است. حالان که ما انسانیم همچون شما و آماده و شایسته دموکراسی همچون شما. بدون دموکراسی ما، دموکراسی شما کامل نخواهد شد. پیشبینی ما این است که پروژه آزمایشی جدید شما برای کنترل اتم از طریق تحریم ایران نتیجه کافی نخواهد داد. آنگاه مجبورید یکی از 2 پروژه بعدی را آزمایش کنید: کنار آمدن با ایران اتمی یا حمله به ایران. بیایید قبل از آنکه تسلیم ایران اتمی شوید یا حمله به ایران و پیامدهایش را چون عراق و افغانستان آزمایش کنید، کمک به توسعه دموکراسی در ایران را به آزمایش واقعی می‌گذارد. به آمریکا
اینها به عنوان پیشنهاد عملی اعلام میکنم. حالا که مدیران BIA را عوض کرده اید، مدیریت جدید را در راستای اطلاع رسانی به مردم ایران انتخاب کنید. جنبش دموکراسی خواهی ایران نیازمند اطلاع رسانی واقعی است و از شما اروپاییان میخواهم بخش فارسی یورونیوز را برای اطلاع رسانی ایرانیان به آزمایش بگذارید و نتایج آن را یک سال بعد ارزیابی کنید. در حقیقت قبل از آن که از سر اجبار با بمب‌های واقعی سرزمین ما را آزمایش کنید، ما را با بمباران اینفورمیشن آزمایش کنید. چندی پیش رئیس جمهور فرانسه آقای سرکوزی گفته بود ایرانیان لایق رهبران بهتری هستند. اگر چنین است، لطفاً دموکراسی ایران را بر سر بمب اتمی با رهبران نالایق